ما هیچ فرق نمیکنم، هر کسی که باشه خائن خائن است و ایران کمتر خائن از پاکستان نیست، حتی نسبت به پاکستان ایران بسیار خائن تر هم است، به خاطر که سیاستش همیش مستقیم نیست و جنگایش هم مستقیم نیست. گاهی اینا میاره برای خود میمانه که به جنگه، گاهی اونا میاره میگذاره که به جنگه، گاهی زیر شانی از این پت میشه، گاهی زیر شانی آن. و ببینین که باز امروز بیاین که شما غیرتتان کجا است. یک بیغیرت دوج است. ما امروی ایلان مشکل نداریم، ما امروی ایلان مشکل نداریم. من اینه میره شما برین از آدرس خود بکنین، نه با پسوند کابل یا پنجشیر یا پروان یا یک چیزم. یک شخص بود آقای گرامی، هر کس که هستی از آدرس خودی کار کن. من تاجک پروانی با هر کس مشکل دارم که برای کشور من بعد از دیدگاه بعد بیای صحبت کنه یا بخوای عمل بکنه. دکتر نیست که تنها طالب است، هر کسی که باشه. شما یک نظامی هستین آقای فرمانده وقاص، برای شما هیچ وقت فرق نکرده که کی دشمنتان است، دشمن کشور دشمنتان است، درست است؟ دقیقاً بله. ما هم مفکوره را داریم، دکتر نیست که ما از خاطر یک دشمن داریم مال دشمن دیگه نداریم. دقیقاً. من دو موضوع بسیار خوبه براتون اشاره میکردم، جای نامناسب هم هست مگر چه جای دوستان میمون هستم، چون لایف اومدیم به خاطر احترامی که به خودتون دارم همیشه دیگه، به خاطر کسی هستین که واقعا حق میگین. ما اون کسی که طرفدار حق باشه، ما خاک پای همگی ملت هستم، میرم هم صدای حق میگم در هر جایی. دو موضوع رو من براتون گفتم، مسئله ایران، مسئله افغانستان، یک مسئله است که امتیازگیری برای طالبا هست. میخوام به نحو طالبا خدا در بطن ملت جایگزین بکنه و دل ملت بدست بیاره و گوی خدا تکازی های خدا اینا پشتاز بگردونه که ملت بشناسه که ما در حکومت گذشته هم چه اقدامای صورت نمیگیره. حالا ما حاضر هستیم با امید چیزی که در دست ندارم استاد هستیم که در مقابل ایران اینا، شما مطمئن باشین در هیچ ایران عمله برای فرمانده وقاز عزیز ندارن. فرمانده وقاز عزیز، کشور امریکا که پدر آخوندهای ایران بود و سالای سال اینا را حمایت کرد، آل ایران خود در بین جنگ یوکراین با روسیه که یوکراین خود طرف غرب بود، نه میفهمین، تمام حمایت تمام غرب داشت مستقیما امریکا، و این جنگ خود امریکا آغاز کرده بود به خاطر که منطقه ما هم سقوط میکرد، اینجا یک عرج مرج باشه در این منطقه. خب آل ایران چی کرد؟ رفت آدرس سیاسی خود تغییر داد، از زیر سلطه امریکا خیز زیر چپن روسیه داخل شد. خب تیارای که یوکراین میرفت از طرف روسیه از ایران پرواز میکردن. خب آل ما باید بفهمیم که در این نقطه زمان طالب طرفدار، یعنی حمایتگر طالب امریکا هست، پشتیبانش، و حمایتگر گروه آخوندی ایران روسیه است. باز هم ما در بین جنگ دو ابرقدرت هستیم. ایران زیرکانه، خب ببینید چی میکنه. کشور ما تواس برش امر میرسه، اونم طالب که هست، نه من میگم کشور ما، خب به خاطر مردم ما در زندگی میکنن. امریکا بر طالب امر میکنه، اون دشمنش ایران است، میخواد ایران سرکوب کنه، میگه آب بالایش قطع کن، بانش که حمله کنه حمله میکنیم بالایش. طالبا تنها حمایت مالی ندارن توسط از امریکا، اینا حمایت نظامی هم دارن، حمایت سیاسی هم اگر در نقطه برسه اینا برشان مهیا میسازن تمام امکانات. خب ما یک حمله دیگر از دیدگاه خود از ایران به این میگم، شاید تنها شاید عملا ایران رو میبینیم، میبینیم که بسیار یک کشور بسیار زیرک و هوشیار است. ببینیم در طول چقدر وقت از زیر تحریم است، هنوز تن به امریکا نداده، فکر نکن نادی کشور بوده باشه. آنقدر ای آخوندهای، کاش که آخوندهای افغانستان مفکوره امینا را داشته باشد. آنقدر در کشورش متاد و شیار است که ما مطمئن هستم که میتونه که آخوندهای ایران از کدام را توسط طالبا پیش بره. و این هم اگه میفهمه که ببینید که در افغانستان امریکا هست، طالب آدرسشان نیست، امریکا گفته که کار کنین. امریکا اگه بخوای اونم تا که روسیه تومت کرد یوکراین میخواست اونم سه منطقهش بگیره، اونم تا که گفت که تو تانک تا 20 متر داخل خاک ما شده بود،
یک بار اخطار داد، دو بار، دفعه سوم حمله کرد. امیر ما تا امروز سکوت شدیده که تانکو طرف تیر شده بود ندیدیم نه. اونا می که امریکا بخواید طالب میره میگه که برو یک دو بم پرتو، یک دو بم دستی، یک دو فایر کو، برو که بالای معامله کدی داخل شو، برو جنگ کو. ببینین این یک موضوع است که ما ایره نمیتونیم قدر خرد فکر کنیم که طالب میخواه در بین مردم مشروعیت پیدا کنه. طالب امریکا فامانده که تو به رسمیت شناخته نمیشی، اونا میفامن که پروژه هستن، اونا میفامن که 2 سال از 5 سال پیر شده 3 سال دیگه دارن. اینا بر عمل کردن در منطقه آمدن، ما باید از ایره درک بکنیم. ولی بر ما مملکت ما مهم است و باز هم گفتیم، 4 بار گفتم، بر من به تفاوت از کی در حکومت است فعلا، بر من مملکت و مردم مهم است. هر آن کشور که بیاید تعدیل تحریک بکنه کشور مرا و یا مردمش در دودش نام بده، هر قدر آن که یک تعداد در پایه لایف احمق هستن و هر چیز شوخی و مزاق فکر میکنن، اون مغزک های چوچه چوچه نی. ولی ما مردم ما 41 میلیون نفوس ما داریم در ما بین کشور، 40 میلیون نفوس داریم، ما چطور میتونیم اونا رو فراموش کنیم؟ دقیقا برای ما، ما دو موضوع را اشاره میکنم و به حضور دارم مرخص میشم. من دو نقطه را بحث میکنم. موضوع خاموش کنین لطفا مایکتانم. موضوع افغانستان بسیار یک موضوع مهم است. بازم براتان میگم در اولویت برای من منفعت ملتم و منفعت میبخشین. احسان نوری، من از شما سکرین شات دارم، من نامتان حتی در افس دارم. منو بیار، منو بیار اینجا نیست، ای لایف شما نیست، برین در لایف مردم کشورتان. یالا دیگه بسیار منفعت مهم است برای ما، منفعت ملی و منفعت ملت من. هر آن چی که تصمیم ملت ما بوده باشد، تصمیم ملت ما باشد، بله. ما با تصمیم ملت خود پایبند هستیم و حاضر هستیم که بازم کنار از اون ملت استاد شم، سپر ملت خود، مدافع ملت خود استاد شم و بر از من به خاطر کشور ما افتخار میدارم، ننگم نمیدارم. یک و دومی که امروز یک تعداد آمدن در صفحه سوشال میدیا صدای میخوان به نوع حق بلند بکنین. امی جوانان پنچیری ما، امی جوانان شمالی ما، امینا امروز در کنج میله های زندان میپوسن و سرشون تجاوز میشوند. جوانایشون بجرم پنشیری، بجرم شمالی، بجرم کابیسایی، بجرم اندرابی. برادر جان قماندان صاحب، در کجا تجاوز شده؟ در کجا گرفته جوانای شمالی تا؟ نمی دروغ چرا می یکم خودت نظامی است، شرم آیا خوب چیز است برادر؟ خجالت بکش. در کجا تو ای لابیگر طالب کسی تو کن باندازه؟ ای لابیگر نیست. ما برتان یا چی میگم، یا شهروند بیشهور هستن. باش ما با موضوع رو بحث می‌کنم. اجازه بدین برای من، اجازه بدین، اجازه بدین. امروز میلیون‌ها جوان کاپیسایی ما، میلیون‌ها جوان پنچری ما، با جرم پنچری بودنش شما شاید نبودین، در تانکر، در تانکر تیل درش ندادن، آیا در دریا غرقشان نکردن؟ آیا کسی که از سر گوسفند میآمد میگفت که بچه‌ام ما از گوسفند ما، آیا ددم روی تمام کس تربارانش نکردن؟ آیا از گوشه و کنار ما جوانان تاجیک از یادمان میروند؟ با خدا قسم روز شود در کجا، در روی سرکای خیر براتون، با خدا در مغز سرتون کوکا میچکم. اینا یادتون باشه، ما پیروان نما قهرمان ملی هستیم که نماد اقتدار ما تاجیکا است و سرمایه ملی ما هستند. ما پیروان از اوست، من چون پیروان قهرمان ملی هنوز زنده هستن جوانان و از اون کسایی که امروز از قهرمان ملی سوء استفاده میکنن، نام بد میکنن، چنین نیست. بسیار جوانان سلحشور دارن که مکتب از اون را تعقیب کردن، آدابی اون را تعقیب کردن، رسومی اون را تعقیب کردن، فرهنگ شهرنشینی را ما به شما یاد دادیم. فکر کن شما تاریخ کل خواندین. ببینین ما باید اینمی واژه ها، قدرت واژه ها را شما خود فرمانده و قاستا شدن. احمد پنچیری عزیز خوش آمدین. سلام عرض ادب دم، خدا کنه جور سلامت باشه، سرحال باشه، سلامت باشه، سلامت باشین. مایکتان خاموش شد، نمیفهم خودتان خاموش کردین مایکتان یا چی جریان داره. آقای یوسف پختون، ببینین هموطن عزیز، دوستای عزیز، لایف لایک کنین چون که قطع میشه، نمیخوایم که باز ریپورت کنن لایف دیگر ما بسته کردن، مشکل ایجاد شده. باز ماما کامل عزیز خوش آمدین، مایکتان بسته است ماما کامل.
خوش آمدین. خوش باشی بانو مهریار بزرگوار، امیدوار هستم که خوب و خوش و صحتمند باشی همراه والدتون و مادر سلامت خانواده باشید، قربانتان. محترم. همچنان بفرمایید کاکا تشکر عزیز. که زحمت زیاد میکشی، زحمت قابل خواهش قدر است، میکنم. روشنگری میگیری، سلامت باشید. با جوانا افکار امروزی رو تزریق میکنی و تمام ملت افغانستان خرد و بزرگ از روشنگری دون منفیت میگیرن، بیدارتر میشن، مشارتر میشن. یک چیز ره که اگر خود چیزای تازه میگی یاد میگیرن. تشکر از اینکه مرا بالا بردی. خواهش میکنم، خواهش میکنم آقا کامل عزیز، خواهش میکنم. اصلا این ببینین، اگر ما هر کدام ما یک با قطره قطره آب دریا میشنه به مو شکل میبخشین. فرمانده عزیز، شما یک بار بر ما دعوت ارسال کنیم، من شما را فورا بالا میارم، چون شما در روی صفحه هم بودین. نمیفهم چرا پایین رفتین. درخواست ارسال کنین لطفا. فکر میکنم بس روی طالب و آب علمند است. نه نه، بس در باری از این است که هر موضوع سیاسی یا اقتصادی که فعلا جریان داره در کشور ما و بین کشور ما و کشور ایران، چرا یک تعداد میاین بودپاکی مردم ایران در بین سوشال میدیا میکنن؟ این سوال برانگیز شده. خطر است که یک اطلاعات کافی ندارن از مسائل افغانستان و مسائل ایران و مشکلاتی که داریم و گرفتاری ها و حقوق مردم ما گذاری میشه. بخصوص اونم روزی که اون بچه که 15 ساله ما میگفت که یک ذره رابطه که در گرفتم کسا اونا میدادش موترکشان در داده بود، اون روزا یادشون رفته متاسفانه. و یک طرف هم تروریزم، کشور ما را تروریزم گرفته، کلگی سرگردان بله. تعداد زیاد جوان ها شهید شدن، اسیر شدن، در کانتینر ها قید شدن، گروهی از نبود اکسیژن جان دادن، دست مردم قطع شد، پاهای مردم را قطع کردن، چشمای مردم را کشیدن. مردم یک نوع خشمگین هستن در مقابل طالب. میگه هر رقم بر طریقی که میشه طالب باید گم شوه. با موی حساب بسیار معذرت میخوایم. یکی میخوایم که طالب گم شوه، یک دیدگاه هست. دیدگاه دیگر ای است که آگانه یک علقه ایرانی بره لایف بگیره، 200 300 400 ایرانی رو در اوجا برش لایف و شیر کنه و خودش پاسخ نگویه، فقط اما تو چپ بشینه، دو تا بچه هزاره بیشعور احمق رو بیاره در روی صفحه و یکیش خود طالب معرفی میکنه و دیگهش میگه که من پنچیریستم، هزاره پنچیر هستم، و یک تاجک بالا میارن و یا یک فارسی زبان بالا میارن از آدرس گویا کابل، اکانتش به نام کابل، و خودش خود از آدرس پنچیر معرفی میکنه، خود دفاع میکرده اوجا. ولی هرچی که برش میگفتم تاشو، به خاطر که جای خودت نیست، اینجا دسیسه هست، این نفر هم همونجا سر غیرت آمده بود و دو زده میرفت ایناره، خودشان شخصا دو میزد. اما این دو بیشهور بچه های ازاره که بود، که شما میفهمین که در طول یک سال اخیر اینا چی انجام دادن در ما بین سوشل میدیا و ما چقدر حوصله کردیم. اما حالا میرین در پلتفرمای ایرانی ها، شما میرین بر عامر صاحب زنده یاد توهین میکنین، بر مردم از این کشور توهین میکنین. پنشیر یعنی 20 دقیقه ویدیو دارم، شما ببینید که نفس کشیدن نمیتونن، قسم دو میزنن. و بسته مردم ایران که هست، واکنش از اینا رو ببینید چقدر منافق هستن، یا چقدر لذت میبرن از این موضوع و چقدر شخند میکنن اینا رو. و اینا اگر نمیفهمن که خودشان منعیس یک شهروند از یک کشور میرن در یک جای حضور پیدا میکنن، او دو تا خوبخی غول بود، او دو بچه هزارک بود، کاملا غول بودن. اما این نفر دیگه که رفته بود برای دفاعه که چرا شما این کار هم میکنن، بالایش حمله شده بود، تو هم تاشو، تو چی میکنی؟
و یک آقای دیگه آمد از هموطنان پشتون ما، ایوازی که یارا باشه بگه که تا شوین برین از ایجا، او هم شروع کرده دو میزنم. او یک هزاره را سالهای سال یک تعداد از رهبران پشتون ما سلاخی کردن، او آمده باز از در قسمت پنجشیر قدر عقده داره، اونم یک شخص که باز هزاره را میگه خوب میکنی بگو، و باز در پایی لایف در کنار اونمو ایرانی های منافق که در لایف وجود داشتن، اونمو منافق ها، شما ببینید شهروندای کشور ما چی میکنن، میرن پکه میکنن، چک چک میکنن، چقدر بی غیرت هستن این مردم. یار چی شده این من ایو این فرقه متاسفانه یک تعداد از وطندار ما شعور ندارن، نمیفهمن که قهرمان ملی برشون چی آورد. قهرمان ملی اگر نمی بود تا 100 سال دگان از اونمو اعمالی خودشون بیرون نمی رفتن. از اونمو تر اعمال که پدرهایشون اعمالی میکرد خودشون هم اعمالی میکردن. اونمو ضرب شمشیر قهرمان ملی بود که تمام اقوام شامل قدرت شد. والا و بلا اگر قهرمان ملی نمی بود، اگر هیچ کس بغیر از تاجیک و پشتون شامل قدرت نمی بود، بله در بله. هر حالت که باشه تمام اقوام تحت فشار قبیله باشه، بازم تاجیک همین قوم پشتون شریک قدرت می کنه. تاریخ نشان داد در دوران از دوران احمد شاه درانی که تاجیک شریک قدرت بوده با پشتون تا امروز، با هر نوعی که بوده اصلا شریک بوده. کامل اما او قدرت واقعی، تاجک قدرت واقعی رو به تمام اقوام بخشید با رهبری قهرمان ملی. ایره مردم ما هیچ حس نمی کنه، نمی فهمم چرا تنها به تاجک و پشتون هزار نبخشید، به اقوام پشتون هم که محروم قدرت بودن با اونام بخشید، قدرت از خانواده بیرون کرد، با اقوام، با ملت، با مرد، قدرت مردمی ساخت. متاسفانه این مردم متوجه نیستن، توهین میکنن، منطق تحلیل ندارن، نمیفهمن، ارزیابی نمیکنن که با آمدن قهرمان ملی در میدان سیاست و قدرت چی تغییرات در این کشور آمد، در قدرت چی تغییرات آمد. بلکل ببینین، باز بر شخص خودم میگم، یعنی اگر دو نفر بیشعور میشن وسیله یا بازیچه یک حلقه میشن، دو شهروند ما، یک نفر میره او هم در اوج بند میمانه، اما سیوم و چارمش که دیگه میاین باید حداقل پیش از اینکه پایین بندازیشان کوتا اشاره کنن که تا شوین دسیسه است، ولی کل از اینا چکچکی و میرن پکه میکنن و دیگهش هم شروع میکنن و دیگهش هم شروع میکنن. و در این نقطه زمان شما فکر کنین که اون مکتب خانه که بر ما میراث مانده، که واقعا انسان جز از انسانیت و محبت برای کشور هیچ چیز نیست در اون، اگر گرانباترین چیزه یک انسان که داره در کنار عزتش زندگیش است، و وقت او را ما میخواییم که یعنی تحت قربانی قرار میتیم، از او که در چی انسان میتانه قربانی بکنه؟ وقتی این مکتب خانه امو دیدگاه را داره در قبال تمام مردم، در قبال خاک خود، چرا یک تعداد بیان ای را به یک طور دیگه به مردم پیش بکنن که مردم از این مکتب خانه که نمی فهمن که چی است، بر اساس چی ساختارش چی است، دیدگاهش چی است. متاسفانه تعداد نمی آیند این موضوعات دنبال نمی کنند، در عمق موضوع برند، و یک از 2000 ویدیوی که از عامر صاحبه است حداقل یک 20 تانش سعی کنند ببینند در عمق موضوع برند، بدون تعصب، بدون یک واکنش منفی در مقابلش، نه که برشان گوششان پر شده، این کارا نمیکنن، ارزیابی نمیکنن. ولی اینمی چهار نفر که میبینن که صبح تا بیگا اصلا کار دیگر ندارن نسبت به منافقت و حتی بر ما ضرر دهنده هستن، اینا فکر میکنن مکتب ما او مکتب است، یا ما دیدگاه ما او دیدگاه است. قطعا قطعا قطعا
هیچ کس هموطنان عزیز بازم براتان میگم و ایره بسیار به زبان دراز میگم و هر کسی که ایره میخوای رد بکنه خط بیاره از دفتر جبهه مقاومت. هیچ کس در سوشال میدیا سخنگوی جبهه مقاومت ملی نیست. نیست نیست نیست. هر کسی که در اینجا صحبت میکنه از آدرس خود صحبت میکنه، در موضوعات خطهای که مشخص ساخته احمد مسعود منعیس رهبر جبهه مقاومت، اینا دیدگاه خود هم میداشته باشن بیان میکنن، واکنش های خود نشان میتن. ای هیچ ربط به خط جبهه مقاومت ملی نداره دوستای عزیز. اگر چار بود پاک یک کشور دیگر رو میبینین که میای لجه خود به خاطر از اون تغییر میته دفتن، لجه من چی مشکل دارم که فارسی من کس نفهمم؟ نمیفهمم بدرک که نمیفهمم. و ای هم یک موضوع است. بعد از 2 سال داد و چیغی که ما کشیدیم حتی بر علیه مردم خود ما که وضع ما را در این موضوع حمایت بکنن که ما ملکیت های سرزمین خود ازش نگهداری بکنیم، که ما گفتیم زبان پارسی زادگاهش بلخ باستان است، حداقل بعد از سالهای سال اینجا از طریق یکی از نه از بزرگترین آدرس فرهنگی ایران نیمه درست اعلام شد که مردم افغانستان یکی نه از صاحبان زبان پارسی هستن. نخیر، ما از صاحبان نیستیم، ما صاحبان زبان پارسی هستیم. تا اونمو زمان ما می جنگیم، تا اونمو زمان جنگ نظامی نه، تا اونمو زمان ما مبارزه میکنیم، تا که تمام همون چیزایی که تعلق به کشور ما میگیره، چی آب باشه، چی ملکیت تاریخی باشه، ملکیت زبانی باشه، هر چیزی که باشه، حق و حقوق از تعلق به کشور میگیره، ثبت نام از کشور میشه. تا اونمو زمان ما مبارزه میکنیم. اینجا من خوشحال هستم که در قسمت آب یک تعداد مردم ما بلند شدن، ولی ما او طرف مرز دیگه هم مشکلات داریم. در او طرف که روز چقدر زغال کشور ما روان میشه و او را کس سوال نمیکنه که چرا به این قیمت میفروشی زغال، تمام مدائن که هست یک نرخ مطابق بازار روز میداشته باشند و هر چیزی که پایین تر از او فروخته میشه اصلا هیچ جایز نیست. این باید از پاسخ بگوید. اینا وقتی که زغال کشور ما فروخته میشه، این می طالبه که او آب اون طرف قطع میکنه، بسیار کار خوب میکنه، ممرایش هستم، اما این زغال اون طرف مرز دیگه نمانه که مفتروان کنه. روزانه ببخشید گفتم قطع کردم، روزانه ده ها تن چوب ارچه ما، بله، در آب ما، در آب دریای کنر امرای آب ما. متاسفانه مردم ما نمیفهمن چه وقت بیدار میشن. 10% آب کشور ما احتمالاً از این دریای هلمند و هریرود و فرارود میره به ایران. 80% آب ما میره به پاکستان و 10% دیگهشون ده درصد هم فکر نکن میشه ما استفاده کنیم. متاسفانه بله، هیچ وطنداران ما متوجه نظامی من نمیفهم چرا نیستن. مدت 25 سال است، 25 سال است که معادن ما طرف پاکستان قاچاق میشه. بیشتر از 45 سال میشه که قاچاق میشه. اما از دوران که طالب آمده تمام زمین های زراعتی ما به جای گندم تریاک کشت میشه، با همکاری پاکستان و ایران قاچاق میشه به خارج. مردم ما متاسفانه آرد از خارج میطلبه که دست ما زیر سنگ اینمی همسایه هم از بخاطر اینمی که ما به جای گندم به جای حبوبات تریاک میکاره کشاورزای ما. متاسفانه کسی نیست که جلو اینم یارا بگیره قصدن همکاری میکنن. آقای کامل ببینین مامای عزیز، ما در اینجا یک نقطه هست که اگر میخواییم در سیاست
سود بگیریم برای کشور خود، به نفع کشور خود کار کنیم، باید از ببینیم که در کدام نقطه طالب میتونه عمل کرد داشته باشه، در کدام نمیتونه. خب من ایره نقد کردم، هم یال یادآور شدم که در او طرف هم زغال است و آب است اینا، اما یک موضوع را باید از مشخص بسازیم، اونمتو که طالبا تحت کنترل امریکا هستن و حمایت میشن، اونم تو ایسای پاکستان اشغال شده امریکا هست. شما میبینین کشور برهم میخوره، یا نه تمام سیستمش برهم میخوره. انال بعض چیزای هست که ما عمل کرد میتونیم در اون قسمت داشته باشیم من نیست یک کشور. بعض خب اینا خو یک یعنی از لحاظ یک گروه تروریستی هستن بر سطح جهان، نه به رسمیت شناخته نشدن، اما حداقل از امی خو میتونن به نفعم استفاده بکنن. پاکستان نمیتونن در مقابلش عمل کرد بکنن، اما این ما در اقتصاد میگیم که کنترل آسیب. خب پیش از این که تمام چیز از بین بره، از دستان بره، شما آسیب شناسی میکنین و کوشش میکنین که حلقه کنین آسیبه، ببینین که چی را میتونین نجات بدین. خب ما میفهمیم اما که این موضوع نجات دادن آب ما نیست که طالبا آمدن این کار را میکنن، این امر امریکا است که شما بالای ایران این کار را قطع بکنین، آب را قطع بکنین تا شما یک گزینه پیدا کنین برای یک چالش در بین همدیگه و امریکا غیر مستقیم توسط طالب و توسط پاکستان اینا بتانن بالای ایران حمله بکنن. اصل گپ اینی است. خب با اون خاطر بر ما نه پاکستان مهم است، نه ایران مهم است، نه کدام کشور دیگه مهم است، به خاطر مردم ما 2 سال از گشنه هستن. برنامه سازایی که میاین میگن که امروز غذا از ایران و پاکستان به کشور ما میره، شما بیاین، من امروز صبح هم یادآور شدم، شما بر من بگوین که کدام غذای هست که با آب شما خودتان در کشورتان تولید کرده نمیتانه و کدام از این کشورهای همسایه، همگیشان هیچ کس استثنا نیست، در طول 2 سال منعیس یک انسان، نه مسلمان، نه مومن، نه هیچ چیز، نه یک انسان، کدام از اینا آمدن یک لاری نان خشک با آب بر مردم ما ارائه کردن یا ارسال کردن؟ ما خود تو کدام چیز ندیدیم. خواهش میکنم جفنگ در سیاست نگوین. ما اینجا یک مملکت داریم که مردمش همیش غریب و غربه بوده یا شهید داده و هنوز هم مردم میاین اینجا داد میزنن، نیمش میگه او طرف میدون که ما پاکستان مرز ما هتک است. تو اول قدرت جوش و برو بگی ما ممرایت هستم، برو مرزهای دیگر هم بگی، کل ماده های ننگینه بشکنان، ما ممرایت هم هستم، حمایت هم میکنم، اما خودتان اول خود نگاه کنین، بیاین یک قدرت جور شوین، در بین خودتان جور بیاین، منافقین از بینتان بکشین، این 4 دانه لچک و کوچه و بازاری که هسته شما ای را حمایت نکنین وقتی که در زیر یک لایف میرین و میبینین که اینا بر تمام ملت یک کشور در یک لایف بیگانه میرن فاشی میکنن. من واقعا امروز خیلی ناراحت شدم، ای که در لایف های خود ما میبینیم موضوع خانگی در بین خود ماست، ما مشناسیم مردم هم. ما منافق هم مشناسیم، بیشعور و بیمنطق هم مشناسیم، تیارخور هم مشناسیم، همه گیره مشناسیم، اما ای که در سطح جهان شما میرین این کار میکنین، باز در اونجا من زبان خود باز میکنم. اگر آمدین 2 سال متواتر شهید برانالدین ربانی را توهین کردین، زنده یاد قهرمان ملی احمدشاه مسعود را توهین کردین، اما یک حلقه را میگم، کسایی که هیچ مثل که شما گفتین سیاست هم نمیداشتن، بدون ما قلم هم کسی برشان اجازه نمید که به دست بگیرن، اونم تو کراچیوان بودین، کراچیوان میماندین و میفهمین. بسیار معذرت میخوایم با تمام احترام و حرمت که ما بر انسانیت دارم، خب ولی امروز چیزی که یا کردن، اگر یکی از اینا در پیشروی ما میبود و این عمل کرده در پیشروی ما میداشت، به خداوند براتان قسم میخورم آفرین یک تعداده که در پیشروشان یا این کارا را انجام میدن، این دو دشنما را میتن و طرف از اینا سعی میکنن، ما خدا فراموش میکردم امروز. یعنی امی بچه از آرست زدا میکد که پنشیری چطورکایی چطورکایی، ها خندام میکد.
و کل مردم در پای لایف و عکس احمد مسعود در پیشوری در پشت سرش بیرق ایران ای منافق ایرانی کثیف زده و در بالایش نشته کرده یک چانس طلایی. چانس طلایی برای کشور تو هست به خاطر که کشور بی غیرت تو از زیر شانه امریکا میخیزد، از زیر شانه روس پت میشه و حال میخواه که توسط گروه های تروریستی نوی که در داخل کشور بر آمادگی حملاور شدن بالای کشور ما بدون از این موضوع آبینای چی رو گرفته بودن، آمادگی رو گرفته بودن. بانوی عزیز بسیار معذرت میخوایم، فراموشم شد بر شما، امرای شما سلام علیکی کنم، خوش آمدین. ایران تقریبا دو ماه پیش اعلام شد که شخص به نام عادل که در رأس دایشی ها قرار داره در کشور خود آورده و اینا را آماده ساخته برای حمله بالای کشور ما و یا طالبا در کشور ما. پر ما بیتفاوت است. در عامر صاحب زندیات یک موضوع را باید از بیان بکنم. یک زمان بود که امریکا بر عامر صاحب گفت که اگرچه در یعنی در قدرت حکومت بودن که بن لادن میگن در کشور شما هست، ما میخواییم بیاییم در اونجا ایره بگیریم بندی کنیم و بکشیم از اونجا. خب یعنی مانا میده تو اجازه میدی داخل کشور خودت یک نظام یک کس دیگه بیا و او رو هم به دلیل که یک کس را که نمیفهمی که هست یا نیست، عامر صاحب برش گفته بود شما میتونین وقتی که اگر در اینجا هست کدام وقت اگر بیرون رفت باز شما میتونین از کدام کشور دیگه دستگیرش کنین، ما بر شما اجازه نمیتونم در داخل کشور ما جنگ خود با یک عرب پیش ببرین. اونم تو ما نمیتونیم بگذاریم که جنگ امریکا امرای ایران در کشور ما باز او هم به ضرر کشور ما تمام شد، به ضرر مردم ما، باز ایرانی هم بیایه که 7 میلیون مهاجرتان چطور رو چیکار؟ مگم ایران خودش بسیار کدام کشور سرمایه دار است بتین 75 میلیارد به طالب بتین که آب پس برایتان باز کنه؟ کدام بسیار کشور سرمایه دار است که مردم ما در اونجا مثل ویلفر سیستم امریکا یا اروپایی که هست که اونا حداقل نان آب می داشته باشن، یک زندگی انسانی بتانن زندگی کنن؟ تمام بسته ایران تان شما سر از 7 میلیون مهاجر آباد کردین، اونا از اولی قف دست خود در اونجا زندگی میکنن و شایسته چیزی که هستن و او شکل در اونجا زندگی ندارن. اگه او شاقه کاری رو اینا نیمش در این کشورهای غرب میکردن، اینا به پاچایی در اینجا به حق حقوق انسانی مساوی با تمام شهروندهای از این کشور میتونستن زندگی کنن. شما بر ما از انسانیت صحبت نکنین. بانوی عزیز بفرمایید. سلام، درود به شما شبانه گرامی و محترم بزرگوار، محترم حامد کامل و تمام وطندارای ما که در زیر لایف هستن، سلام و درود. سلام بر شما، خبر بزرگوارم، تشکر، خواهش میکنم. ببینید میتونین صحبت بکنین، میبخشین بسیار زیاد، من زور طفل ندارم، میدانم چیز اشتک هستن دیگه، خیر هستک، مشکل نیست. در این سن سال ماشاءالله انرژی پسرا مخصوصا بسیار غیر قابل کنترل می باشه. دور از شما باشه، دور از عزیزایی که در پای لایف از خوبای ما هستن، ولی یک تعداد مردم که می بینم باز از طفل هیچ گله نیست، نه؟ وقتی که تو عمل کرد می ما درک می کنیم، مشکل نیست. ما یک چند دقیقه می خواهیم دمی باره، دمی چند روز بسیار این موضوع سرصدا هست در سوشال میدیا. ببینین موضوع معاملات سیاسی و معادلات سیاسی در دنیا که هست، خب همه می دانیم که موضوعات سیاسی با احساسات و هیاهو و فحش و اینا حل نمیشه. وطندارای ما متاسفانه جنگ چندین ساله و بسیاری از مسائل باعث شده که بعضی ها نتونن او سواد با اندازه کافی یا که برن زحمت بکشن یک کمی از قضایا آگاه شون و بعد که میاین در یک صفحه میخوان حرف بزنن، چون به نظر ما در مقابل هر کلمه که میگیم در سوشال میدیا مسئول هستیم و جوابگو هستیم و پاسخگو هستیم. موضوع حقابه ایران و کشور ما که هست، خب
همگی در چند روز به اندازه کافی بحث کردند که در سال 51 بین دولت شاهنشاهی او زمان و دولت شاهنشاهی ایران امضا شده و چقدر باید به ایران بوده و چقدر نه، منتها بعضی از بندهاش بوده که همیشه مورد اختلاف بوده و طرف ما و شما یعنی وطن ما و شما و حکومت های اون زمان دلیلشانی بوده که در اوجا یک بندی به عنوان نارمل بودن آب و ای که سطحش چقدر آب باشه با نظر به او به ایران آب میتن، ولی ایرانی هم باز یک برداشت دیگه ای داشتن. به هر حال حتی در زمان آقای اشرف غنی هم این موضوع مورد بحث و جدل بود و ما و شما سخنان هر دو طرف یاد داریم. ما شما میبینیم که بعد از او جر و بحث های سیاسی بین حاکمیت طالبان و دولت جمهوری اسلامی ایران، من دیروز خواندم که آقای متقی گفت که ما این موضوع را باید از راه سیاسی حل کنیم و به طرف ایران گفت که نباید این موضوع را بسیار گرم و سوشال میدیایی بکنه. من مطمئن هستم که این موضوع هم در چند روز چی میشه، حل و فصل میشه. من تا موضوع در کجاست؟ ببینین ما فعلا در وطن خودمان یک حاکمیت جبارانه داریم که نه مشروعیت داخلی داره و نه مشروعیت خارجی. جمهوری اسلامی ایران از او طرف ما در سال گذشته تا همین تاریخ دیدیم شاهد هزاران راپیمایی های میلیونی و صد هزار نفری چه در داخل ایران و خارج ایران بر ضد جمهوری اسلامی هستیم. من تا یک تفاوت هست که رژیم آخوندی ایران در سازمان ملل فعلا شناخته شده است و در سطح دنیا هم در اکثر کشورهای جمهوری سیاست خود با روس شروع کردن از سازمان ملل کشیده میشن ان قریب. بله من به اونجا میرسم و خواهش میکنم گروه وقت ما میگم گروه تروریستی طالبا در این قسمت باید حقایق بیان بکنیم و بگویم حکومت شیطانی با قاتل ایران بخاطر که ما مردم کشی میکنم. من اینجا یک نقطه هست که گپاره میگم، جمهوری اسلامی ایران مردمش بر ضدش است، از کشتار مثلا خب ما خود ما اگرچه قدر حق نمیتم که در مسائل داخلی ایران این موضوع داخلیشان هست و خود ملت ایران تصمیم میگیره که کی را میخواه کی را نمیخواه. ما نظر به امون شواهدی که در سوشل میدیا دیدیم و میبینیم که مردم در مقابلش برخواسته، من تا ما او تفاوت گفتم که خب به خاطری که آل سیاست دنیا خودت شبانه جانی عزیز بهتر از ما آگاه هستی که او سوپر پاوریزم امریکا تقریبا رو به پایان هست و یک قطب دیگری با سرکردگی چین در حال جور شدن است و حتی یک پلان هست که کرنسی یا پول دلار امریکا بعد از این کم کم در سالهای آینده، یعنی حتی خود امریکا سیاستمداراش میگن که میترسن که پولهای دیگری جای گزین سیاست جهانی و تجاری دنیا شود. یک موضوع. موضوع دیگه ای است که همیشه همسایه های ما چی پاکستان چی ایران در امور داخلی ما مداخله داشتن در طول تاریخ و همیشه هم بر مبنای منافع خودشان کار کردن. درست است؟ و کاشتی بله. و یک اصل است در سیاست امروز دنیا. ببینین کسایی که امروز ما یک موضوع بسیار صاف و شفاف میگویم که من شما کسایی که ما همه او وطن او خاک عاشقانه دوست داریم و این موضوعی که میایم مثلا جرب سیاسی میکنیم، بعضیا به ما برچسبی که شما این هستید و آن هستید و نمیفهمیم چون فارسی زبان هستین حتما 100% طرفدار ایران هستید، این موضوعاتی هستن که بعضی از دشمنان میخوان از او سوء استفاده کنن و ما برچسبای گوناگون بزنن. در طول تاریخ پاکستان مثلا کاش کی امی کسایی که آل شب و روز به طرفدار طالب
لایف میگیرن و یک طرفه میکوبن موقعی که وطنشان اشغال شد توسط پاکستان و رئیس ISI روزی بعدش بدون ویزا آمد در مرکز کشور ما شما کابل زیبا و یا مداخلات دیگه ای که گوناگونی که پاکستان انجام داد اقا سر صدا نکردن. پس ما شما میبینیم که بعضی ها نه همگی از بعضی موضوعات سیاسی برای توجیه کردن و حمایتگری و لابیگری برای طالب استفاده میکنن. این موضوع را باید از هم تکفیک کنن. ما وقتی میاییم اینجا صحبت میکنیم ما برای مشروعیت بخشیدن با حاکمیت جبارانه طالب صحبت نمیکنیم. بله منافع کشورم، منافع خاکم، منافع سرزمینم، منافع مردمم برای ما خیلی مهم است، بالاتر از تمام منافع دنیا هر کشوری که باشه. منتها طالب دولت من است، دولت مردم من است و برای من رسمیت نداره. این موضوع باید نیست. در این نقطه زمان مهم هم نیست. وقتی که از خارج شمله مردم ما باید این موضوعات از هم جدا بسازن. یعنی وقتی ما یک موضوع را بحث میکنیم باید بدانیم که مثلا منی که درباره پاکستان حرف میزنم درباره دولت پاکستان حرف میزنم، من درباره مردم ایران هم گپ دارم. من لایفی که شما میگین متاسفانه مدیدم که اینا تیک تاکی ها آله معمون نظر ما در باره لایف با شما میگم او تیک تاکی های هستن که میخواهن از اینمی موضوع برای ویو استفاده کنن. چگونه؟ ببین او آدم پرچم زمان شاهنشاهی را مانده بود، خب او پرچم فعلی ایران نیست. یک دقیقه امیره برای توضیح بدم شبانه جانی گل، عکس احمد مسعود مانده بود و خائنانه نوشته بود که احمد مسعود گفته زمانی است که ما باید به طرف ایران برگردیم. وقتی که کوشانی عزیز که بالا رفت سوال کرد گفت آقای محترم شما بر مبنای چی سندی میگین نوشتین؟ گفت از امی تیک تاک شنیدم. ببینین شما منافقت انسان که یک خبر می نویسه اخلاق ژورنالیستی اخلاق انسانی است که شما یک منبع معتبر خبری باید داشته باشی. ببینین حالا باز بعضی حامیان طالب از این چی استفاده میکنن، او را کاپی میکنن پیست میکنن میگن بله. ببینین که خود ایرانی ها مثلا چی داده گفته که احمد مسعود همچی حرفی را زده و بین جامعه ما و شما اختلاف و امی درگیری را عمیق و صد چندان میسازن. متاسفانه بله بخاطر شما گفتین بخاطر لایک ویو، نه لایک ویو نیست، بسیار مایرانه بسیار زیرکانه چکچکی هایشان آمده بود بیا مردم از ایره جنگ میپرتیم اشغال میکنیم، صد پدرتان اشغال کردیم در زیر سلطه کروش کبیر که شما گدایی میکنین تاریخش که از تخار کشور ماست. کاکا کامل شما درباره کروش کبیر هم ازتان خواهش میکنم اگر میتونین امروز درباره تاریخش وضاحت بدین بر یک تعداد از مردم ما که بشنون. و زبان فارسی را میرین شما دزدی میکنین، تمام افتخارات کشور ما را میخواین به نام خود کنین، باز منطقه را میگیرین. شما آزادانه اجازه دارین با اینمی طالب ترورست بجنگین که حاکمیت در جغرافی ما داره؟ اگر زورتان کشید در مقابل امریکا اینمی طالب یا برین پول بپردازین 75 میلیارده؟ اگر زورتان کشید بفرماین، اگر نه آزادانه خوش آمدین به کشورتان میپیوندیم در زیر پرچم ما در زیر نام کشور ما. این خواب خیال به گورهایتان و برین این ابر قدرت های دیگه این خواب ها را برده بود که خواب ها را دیده بود. شبانه جانی عزیز من دیگه پرحرفی نمی کنم، یک سوال اینجا باز ایجاد میشه عزیز که فرض کنیم که پولی که طالبا میگیرن همین 70 میلیون طالب بگیره، ایران هم نداره بگیره. بله بازی سوال ایجاد میشه که آیا ای به نفع مردم استفاده خواهد شد یا برای سیاست های تروریستی گروه؟ بانی عزیز طالب فعلا از زمان که آمده بیشتر از 1 میلیارد برش رفته، 1000 میلیون
پول به اندازه 8 میلیارد کافی داره. خب 8 میلیارد امریکا کمک شده. امروز نیوز اعلان افغانستان اینترنشنال پایین شد. ما دیگه نمیفهمیدم که در یه آخر فکر میکنم 80 میلیون هفته هست. به اندازه کافی پول دارن، او پول اضافه داشته باشن نداشته باشن، همیار هر قدرتی که بخواین پول به از لحاظ مالی هر چیزی که بخواین برای خود خریده میتونن از پیش ایران پول بگیرن. پول اخو ایران نداره 75 میلیارد از کجا میکنه؟ 75 میلیارد ایران داره؟ نداره. خودش تحت فشار سانکشن است به خاطر تحریم ها. ایران حتی تلش نه میگم ایران خودش تحت سانکشن هست و ذخیره پولی کافی نداره و حتی امو نفت یا تلش به صورت درستم در دنیا فعلا فروخته نمیتونه. و پیشتر یک وطن اینجا کامنت کرده بودن که خودی امی رژیم آخوندی ایران در بی ثباتی افغانستان در سال های گذشته هم مسئول بوده، با امی طالبان کاری کرده زیاد. بله کردن در طول 20 سال آخر سلا دادن بر طالبان. مردم ما که کشته شده توسط طالب و توسط سلای اصلی پاکستان، تنانی سلای ایران هم به دستشان بوده. و اینجا ما هیچ فرق نمی کنم، هر کسی که باشه خائن است و ایران کمتر خائن از پاکستان نیست. حتی نسبت به پاکستان ایران بسیار خائن‌تر هم است، به خاطر که سیاستش همیش مستقیم نیست و جنگایش هم مستقیم نیست. گای این هم میاره برای خود میمانه که بجنگه، گای اون هم میاره میگذاره که بجنگه، گای زیر شانی از این پت میشه، گای زیر شانی آن. و ببینین که باز امروز بیاین که شما غیرتتان کجا است؟ غیرت؟ شما میخواین به نیس ایرانی بر کشور مز غیرت یاد کنین که نماد غیرت در سراسر جهان هستن؟ امروز هر کسی که با کشور من جنگیده، با مجاهد جنگیده، امروز گریه کرده و گفته که ما در او زمان مجبور بودیم. اگر روس بوده ایره گفته، اگر هر قدرت دیگر بوده گفته که این مردم قهرمان هستن. شما کدام جنگ فت کردین؟ چی رفت کردیم؟ اونی اگر رب آمد زبانتان هم از بین برد، کتابایتان هم سوختان، ما یک خیرات برتان یک زبان دادیم. بفرمایید صحبت بکنین. حال اون رو آمدین که از ماست. آقای گرامی فراد سیکیوریتی، خوش آمدین عزیز. آقای جویا، من پوزش میخوایم که شما دیر منتظرانه. بفرمایید آقای سیکیوریتی. سلام بونوشوانه به شما عزیزانی که دلایف هستم. یک شوخی بکنم، چرا شما در حکومت پیشین سفیر نبودین؟ از زاویه دیپلماسی حق مظلوم نبودم، حق مردم دفاع میکنین. نه خواهی نبودم. تشکر زنده باشین. مراد لایف آوردین. موضوع آب ایران یک 50 سال که پیش امضا شده، درست مداخلات ایران وجود داره. ما ایر طبیعی هم فرد افغانستانی را میدانه که مداخله دو کشور پاکستان و ایران همیشه جریان داره. اما از زاویه یزی متوجه شویم که این امضایی که 50 سال پیش امضا کرده یابه استاندارد بین‌المللی است. این حق مشروعیت بان شما. ما اینجا آقای سیکیوریتی عزیز، ما منافع کشور خود میبینیم، نه؟ دقیقاً. برای من شخص شهروند، اونمو تو که ایران میگه کشور افغانستان تکه تکه میشه به من چی غرض؟ نه؟ مردمش کشته میشه به من چی غرض؟ من میگم آل شما با یک کشور رسمی روبرو نیستین که پابند اصول ها باشه. شما با یک گروه تروریستی روبرو هستین، درست؟ او مجبور نیست پابند اصول ها باشه. آورید قط میکنه، قط میکنه، برو با تروریست بجنگ. بانوشبانه، تمام مردم ایران با مردم افغانستان مشکل نداره. مردم های روشن فکر ایران تن با کلشان فعلا مشکل داره. دولتش عمل کرده نظامیشان توسط نظامشان کسی که عمل کرد میکنه در کشور ما، نظام شهروند از او کشور است. من یکیش باشد 100 میلیونش باشد.